سلام بر شما عزیزای دل، امیدوارم همتان خوب و صحتمند باشین و باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه آشپزی. بله دوست عزیز، خب پیش از سلام علیکم اول شبنم جان میگم که امروز ایجه بیستار شده بخاطر کارم به حد و به اندازه زیادتر است. امروز خوزای کامنده میسازم وقت زیاده میگره. خب بگه پایم خلاص شد، یک دقیقه سلام خدمت شما دوستا از زل کامنده های برنامه آشپزی، خدا کنه جور صحتمند باشه و خدا کنه که غذای که امروز آماده میسازم شما هم در خانهتان به شکل آماده بسازم. و دوستا عزیز چی فکر میکنین؟ بشی جان چی برتان امروز آماده میکنه؟ زیاد منتظر نمیمانم تا میبینیم بشی جان چی میگه. بله خب امروز نمیفهم که چی گپ است. بهش شبنم جان من تو بسیار تیز گپ میزنم، من تیز گپ نمیزنم، گپ میزنم فکر میکنم تندی زیاد غذای که آماده میسازیم تندی زیادتر است و گپ ما را زیادتر ساخته. خب امروز یک بیریانی آماده میسازیم. قسمی که خواهر ما دیروز زنگ زده بودن که برای ما بیریانی چه شکل آماده میشه و چه شکل میتونیم یک بیریانی خوشمزه آماده بسازیم، خب خواستیم که امروز در برنامه داشته باشیم و امروز باز هم میخوایم که امرا با گوشت مرغ بیریانی آماده بسازیم. واقعا تام مزه بسیار خوب داره و آماده ساختنش هم آسان است. و مواد لازمه که در بیریانی شما میخواین استفاده کنین چی است؟ خب دوستای عزیز کاغذ قلم تیار داشته باشه و یک یکی بر شما میگم و شما هم یک یکی یادداشت کنین. مواد لازمه که ضرورت داریم برنج ترکردگی باشه. ران مرغ، ماست و زعفران، مسکه، پیاز، بادمجان رومی، لیمو، سیر و دیگه چه خودت بود؟ زنجفیل. بله. گشنیز و نعنا. بله. مرچسیان هم قدر ضرورت و همچنان مساله بریانی. یک چیز بسیار جالبی که امروز برای من بسیار خنده‌آور بود، هم مواد هم آماده ساختم، گرفتم میز به شکل آماده ساختم، مساله بریانی یادم رفته بود. همین لحظه که من مواد آماده ساختم یادم آمد من نفر را پیدا دادم، گفتم عاجل برام یک مساله بریانی بر که مساله بریانی یعنی بریانی که آماده می‌سازیم بدون مساله بریانی اصلا هیچ طعم مزه خوبی نمی‌داشته باشه. باید مساله اصلیش باشه تا اون طعم و مزه خوشبویی خاص خود داشته باشه و تا وقتی که مواد جور میکنم مساله هم میرسه. آها و دوستای عزیز برنج و شیجان قبلا تر کرده بودن و همچنان روغن یادتان نره. بله روغن خواه حتما است که باید داشته باشیم و گاهی وقتا میتونیم که به جای روغن مسکه استفاده کنیم. مسکه هم یک طعم مزه خوب داره ولی زیاد نمیخوایم که گپ بزنیم. شروع میکنیم به آماده ساختن غذا. خب در ابتدا شروع میکنیم برای گوشت. گوشت من قبلا از همراه با کارت استخوانش دور کردیم و ران مرغ است که صرف از گوشت ضرورت داریم. استخوانش دور کردیم به خاطر کمک دیمشه که ما میتونیم مواد خوبتر یا گوشت خوبتر داخل دیگ نرم بسازیم و یک مزه خاصی میداشته باشه. اگر امرو با استخوانش باشه به این شکل هم زودتر نرم نمیشه و هم مزه خوبتر نمیداشته باشه. من کوشش کردم پیش از پیش استخوانش دور کنم ولی باز هم یک بار دیگه میخوایم که کمک خرد بسازمش تا خوبتر بتونیم کار کنیم و نوبت عزیز که یک دانه کارت بگیرم و آمادش کنم. خب کارت رو گفتم یک دانه ساتورم همینجا باشه تا بر پسان به درد میخوره. خب هر ران مرغ میخواییم که به این شکل برش کنیم. یک ران مرغ را که ما وقتی استخوانش دور میکنیم میتونیم که به سه حصه تقسیم کنیم و بعد از او داخل روغن سرخ کنیم. بشی جان بسیار سخت است که مثلا نمی ران مرغ نیست استخوانش جدا کنیم. بله اون رو خوی یک بار بر دوستان نشان دادیم که به چه شکل میتونیم ران مرغ از استخوان دور کنیم. بسیار کار آسان است که یک قسمت شبه از قسمت پای مرغ که قسمت پایش میباشه و تا وقت تا قسمت رانش به شکل یک برش میکنیم و بعد از او از چهار طرف برش میکنیم و استخوان از گوشت جدا میشه. بسیار آسانی و باز هم اگر کنم روز وقت داشتیم برشون یاد میدهیم که به چی شکل میتونیم گوشت از ران یا از استخوان جدا کنیم. خب گوشت آماده ساختم و نوبت عزیز که یک کمی مرچ سیاه و نمک بالاش اضافه کنم تا خوبتر آماده شد. تا وقتی دیگه مواد آماده میسازم باید که مرچ سیاه و نمک داخلش باشه و همراه با مرچ سیاه و نمک کمک یخته شد. وقتی یخته شد خوبتر میتونیم آماده بسازیم ولی شما که وقت داری به خاطر آماده ساختن غذا که زیاد خوشمزه باشه میتونی که مرچ سیاه و نمک ماست
همراه با سیر خم سیر میده میده بسازی از طرف شب و همه مواد رو به یک دیگه مخلوط کنی داخل یخچال بانی و برای چاشت اگر آماده می ساختی صرف یک کمی سر خوش کنی بعد از او به میشکل دیگه موادش اضافه کنی بسیار یک بریانی خوشمزه میتونی که آماده بسازی و به خاطر سرخ کردن پیاز دو رقم پیاز آماده می سازیم یک پیاز آماده می سازیم که همه سرخ شده باشه و یک پیاز دیگه باشه که اصلا هیچ سرخ نشده باشه چرا؟ به خاطر پیاز سرخ شده رو میگیریم که وقتی که برنج دم میتیم پیاز سرخ شده رو همراه با برنج یک جای مخلوط میکنیم و پیازی که سرخ نشده است اون همراه با گوشت یک جای مخلوط میکنیم که به شکل یک تم مزه بسیار خوبی میداشته باشه به صورت با یک تخم پزی داریم خب تخم پزی رو گرفتیم و نوبت عزیز که گازر روشن کنیم حرارت بسیار کم میمونیم تا وقتی که پیاز رو میده میکنیم ولی پیش از اون نوبت مسکس با اندازه 70 الا 80 گرم پیاز مسکره داخل تخم پزی اضافه میکنین چرا بشیر جان از روغن استفاده نکنین که از مسکه استفاده کردین خب امروز میخوایم که یک غذای خوشمزه باشه متفاوت‌تر از دیگر بله متفاوت باشه و یک این مسکه که امروز استفاده میکنیم یک طعم بسیار خوبی میداشته باشه و شما اگر مسکه نمی باشه میتونید که روغن استفاده کنید خب پیاز اول به شکل سلایس یا خلالی میده میکنیم و بعد از او دوباره به شکل نخودی هرچی میده باشه بهتر است پیاز میده ساختیم و یکان دانه یک شکل دندار است یا کلان است باید رو هم میده بسازیم اقدر هم زیاد میده نساختیم بشیر جان نخنی وقتی که بالا حرارت می باشه خود نرمی سازه و خود خرد میکنه خب مسکه هم کمی آب شده باید که کاملا آب شده و بعد از او ناخل تخم پزی اضافهش میکنم کمش مونده باید که پیاز اضافه کنم تا وقتی که مسکه کاملا نرم میشه اگر زیاد سرخ خوش کنیم مسکه هم طعم مزه خود از دست میده و میسوزه باید که زیاد سرخ نشه مسکه و به شکل باید که همراه با یک ملاقه یا کفگیر به شکل مخلوط کنیم تا آیسته آیسته سرخ شود باشه جان برش می یک ملاقه که بسیار چچایک نگرفه خب به خاطر ما ساختن یا سرخ کردن پیاز باید کم تک یک ملاقه که بسیار خورترک مقبله که چی چکک باید باشه خب به شکل آهسته آهسته سرخ میشه و کمک نمک هم اضافه میکنم نمک کمک دهی میشه که پیاز زودتر نرم شه و دوستای عزیز معلومات را همکارای ما به شما آماده کردن معلومات با هم میبینیم و بعد از وقفه برنامه اش وزیر فراموش نکنین فواید فاصلیه در سلامتی فاصلیه با اینکه از کالری کم برخوردار است از نظر تغذیه‌ای بسیار مقوی می باشد. فاصلیه منبع غنی از ویتامین C، ویتامین K و منگنز است و همچنین ویتامین A، فایبر، پتاسیم، فولاد، آهن، منیزیم، ویتامین B1، مس، کلسیم، پروتئین، امگاسه و نیاسین است. فاصلیه به دلیل داشتن ویتامین K بسیار برای ساختن استخوان‌های قوی مهم است. ویتامین K1 پروتین استوکلسین یعنی پروتین مهم در استخوان را فعال می سازد. این پروتین مولکول های کلسیم را در استخوان نگه می دارد. بنابراین بدون ویتامین K1 میزان استوکلسین نیز کافی نمی باشد و پروسه معدنی شدن استخوان دچار نقص و تخریب می گردد. برای بیماران قلبی، مبتلا به دیابت و بیمارانی که گرفتگی شیریان دارند، تعداد کم از غذاها که از آن جمله میتوان به فاصلیه اشاره نمود، برای آنها مفید است.
فاصلی از مبتلا شدن به سرطان روده جلوگیری می کند. ویتامین سی و بتاکاروتن موجود در آن نیز سلول های روده را از تخریب توسط رادیکال های آزاد محفوظ می کند. فولات موجود در فاصلیه نیز از تخریب دی ان ای و تغییر سلول های روده جلوگیری می کند. حتی در مواردی که سلول ها به سمت سرطانی شدن پیش رفتن نیز مؤثر می باشد. مطالعات نشان دادند افرادی که در غذایشان از میزان زیاد ویتامین سی، بتاکاروتن و فولات استفاده می کنند، ریسک ابتلا به سرطان روده در آنها کمتر از کسانی است که از این مواد استفاده نمی کنند. همچنین فایبر توانایی چسبیدن به سموم مسبب سرطان را دارد و قبل از آنکه این سموم بتواند به سلول‌های روده آسیب برساند، آنها را از بدن بیرون می کند. و برای نگهداری فاصلیه بهترین روش این است که آن را شسته در کیسه پلاستیکی قرار داده و در فریزر نگه دارید. ادامه برنامه آشپزی خوش آمدین و قسمی که پیشتر بشیر جان گفته بود خواستم که امروی بشیر جان یکم کمک کنم تا اینکه کارا یکم سوزود شوه. بله خزای که امروز آمده میسازیم بعضی وقتا کمی باید که زودتر باید آمده بسازیم تا شما دوستا هم ببینید که خزای که آمده میسازیم به چی شکل آمده شده، خوب خوبتر سرخ شده یا نشده، به خاطر باید که عجله کنیم. و باز هم نوبت پیاز است. آها، این پیاز پیشتر بشیر جان گفته بودن که یکم سفیدتر میخواین که گلابیش کنن، البته گلابی نشه سفیدتر میخواین بانن. و همچنان دهی دیگ بر برنج یکم آو اضافه کردن تا اینکه برنج جوش بدن. بله خب این پیازی که امروز آورده بودم اینقدر کلان بود که اونقدر دیگه اضافهش باشه برای غذای دیگه دخشال امرو با پلاستیک تمش میتم تا کدام غذای دیگه آماده بشه. بشیر جان این گوشت مرغ رو یک قسم بویک میداشته باشه، به خاطر بوی از چی میکنین؟ فکر کنم زنجفیل و سیر مندازین یا ای که قبلا خو امرای نمک و مرچ سیاه اختش کردین؟ خب امرا با نمک و مرچ سیاه کمی طعم خود تغییر میده ولی فرق نمیکنه، وقتی سرخش میکنیم مزیش کمی تغییر میکنه. ولی پیاز قدرتون بود که دوستان امیل ازه چشمای مسوزش گرفت. بشیر جان بر خطا ساختیم دوست عزیز، شکر که بشیر جان گفت اگر پیاز میسوخ باز چطور میشد. باز هم ضرورت به یک دیگه است، باید یک دانه دیگه دیگری داشته باشیم تا خب امروز بخواییم که اول گوشت داخلی کرایی سرخ کنیم. پیاز آماده شده. آماده شده بشیر جان؟ بله. خب امروز با تخم پزی اطرافاتش و یک دانه بشقاب دیگه میگیریم. پیاز را به این شکل داخلی بشقاب مندازیم و برای چند خواب تا وقتی که سرد میشه و نوبتش میرسه که در خزا مخلوطش کنیم. بشیر جان نیره بانم سر گاز؟ باشه، بله. خب همه پیاز کاملا داخله بشقاب هست. بشیر جان گاز روشن شده یا نه؟ شده؟ نشده. نشده فکر کنم. بله. امیز؟ خب، بله. نه شبیه میگم باید که یک کمی که فشار بتیمش و آها مشکل پیدا کرده. بله شد روشن شد. روشن شد. خب کرایی رو به خاطر سرخ کردن گوش داخل بالای داشت ماندیم تا آهسته آهسته داغ بیه و بعد از اون نوبت مسکه است که باز هم مسکه داخلش بندازیم و تا وقتی که مسکه آب میشه نوبت گوشت است. دوم گوشت داخلش اضافه میکنیم وقتی سرخ شد، بعد از اون به می شکل نوبت ماست و بعضی مواد دیگه است که باید که اضافه کنیم. این تمام مسکره؟ زیاد نیست بشه؟ نخیر نیست. خب به اندازه 200 گرم مسکه اضافه می کنیم. قاشقه بشیر جان. خب با خاطر که مسکره یک کم این طرف طرف بریم تا یک خوب سیع آشان. و این قسمت یک دیگه کلان ماندیم تا برنج داخلش بندازیم و وقتی که برنج نرم شد دوباره صافیش میکنیم تا به شکل دمپخت. یک بار دیگه به شکل دیگه آمده ساخته بودیم بریانی را، ولی یک طریق بسیار آسانش است که به بسیار آسانی میتونیم بریانی را آمده بسازیم. زیادتر جای دیدیم که بریانی آمده ساخته ولی یک تمام مزه خاص نداره، شکل
مقبول به خود نمی داشته باشه و اما تم و اما خوشبوی خاص بریانی رو نمی داشته باشه که تاثیر مساله است. شاید که مساله رو کم اضافه کنن یا مواد صحیح سرخ نمی کنن یا خوبتر پخته نمی کنن یا دم خوب نمی گیره، به این خاطر مزه خوب نمی داشته باشه. شما کوشش کنید وقتی بریانی آماده بسازی باید که دم بسیار خوب دم بگیره برنج و همچنان موادش خوبتر آماده بسازیم. نام خدا بشیر جان. نام خدا که خوب معلومات دادین. باش گفتم نظر نشه. چو شدی فردین؟ مسپنده بیار خیر. فردین جان چرا میگی؟ به خاطر اینجا یک کاسه اسپند داریم نزدیک شست. همیشه به خاطر اسپند کردن فردین جان میخواییم؟ نه خیلی فردین جان نمیخواییم به خاطر اسپند کردن. میتونیم که جای اسپند کنیم. خب به اینجا یک کاسه کلان اسپند هستیم یکان دوستکای ما که من او را اسپند میکنیم. من گفتم اسپند بوده که خودم نظر نشم. یا دود آشپزخانه هم کافی است، خودش اسپند وارسته. دود آشپزخانه بعضی وقتا هم دوده میکنه که هیچ ضرورت به اسپند نیست. بشی جان آفرین کسایی که از چوب استفاده میکنن، از دگدان استفاده میکنن. از ما شما خود گاز هسته، کار روز به روز سهولت شده میره. بله بله شبنم جان، نگفته نمانه که او غذایی که با آتش چوب آماده شود داخل دگدان و یک طعم مزه خاص داشته باشه. خب گاز هسته، داخل گاز وقتی که هم با گاز آماده بسازیم غذا زودتر آماده میشه و بسیار کمی پاک است، ولی هم با چوب یک طعم مزه بسیار خوبی میده. بخاطر که خوب صحیح پخته میشه. بله خب دیگه شروع که گوشت داخل بشی جان اگر کدام روز دیگه بسازانم باز چطور میشه؟ دیگه سوختان دیگه امروز گوشت نمیمونی. مرا خواه خیره بیننده های عزیز که منتظر میباشن و خواد چی کردن؟ گفتن که شاید سر سبایش ایمیل کردن پیام بر ما روان کردن که دیگه شب نمانمونی که دیگه شور بزه یا امراید کمک کنن. نه دیگه فکر نکنم در شوردان دیگ بسوزه، بخاطر که هرچی که غذاری که داخل دیگ می باشه شوردان داشته دم و مزیش زیادتر مزدار می باشه و خوب می باشه. با نوبت لیموس. خب تا وقتی که گوشت سرخ میشه باید که بعضی مواد دیگه است که آماده بسازیم و تیار پیش ما باشه تا هم را با گوشت یه جایی مخلوطش کنیم. اولی مو رو به خاطر چی استفاده میکنیم بشی جان؟ اولی مو رو بخواییم که هم را با گوشت یه جایی مخلوط شد. خب خب بسیار خوب. ایام به طعمش فکر کنم خوب است، مزیش زیادتر میسازه؟ مزیش طعمش ده برابر زیادتر میشه. و گوشت هم زودتر نرم میسازه و خامبوی گوشت هم از بین میره. واسه زمانی که مثلا گوشت تمام مواد آماده شد این رقم ترش نمی باشه؟ نه از بین میره. بخاطر یک عدد لیمو است وقتی که داخل مواد اضافه میکنیم ترشیش معلوم نمیشه و اگر که لیمو مواد ترش میشه. گوشت هم آهسته آهسته سرخ میشه و نوبت دیگه مواد هم میرسه، ولی تا وقتی که نوبت دیگه مواد برسه باید پیش ازی زنجفیل باید از ماشین بکشیم، یعنی از ترشه. بچه جان چرا به وضع امی نانا از شبت استفاده نکردیم؟ خب خوشم نمیمد. خب یا فکر کنم در این غذا نانا خوبتر است؟ نانا خوبتر است، باید کمتر، زیادم نه، بسیار کم. با شبت بویش و عطرش زیادتر است. اگر که اضافه کنیم بازم این غذا را تمشه مزیش را تغییر میده. زنجبیل هم میده ساختیم و نوبت ازیست که همراه با گوشت اضافهش کنیم. تا وقتی که گوشت سرخ میشه باید که زنجبیل هم داخلش اضافه شه. و دوستای عزیز کسایی که میخواین که مواد لازمه یک به یک نوت کنن تا یکی از یادشان نره، با هم مواد لازمه میبینیم و بعد از او برنامه آشپزی رو فراموش نکنیم. مواد لازم بریانی رانه مرغ: برنج 1 کیلو، ماست 1 گیلاس، پیاز 3 عدد، روغن قدر ضرورت، سیر 6 دندانه، زنجبیل رنده شده قدر ضرورت، بادنجان رومی 3 عدد، لیمو 1 عدد، مسکه 300 گرام. بادام سرشار از ویتامین ای،
بیشترین میزان ویتامین ای در بین میوه‌های خشک و بادام تعلق دارد. بادام جدا از ویتامین ای و پروتئین زیاده که دارد، دارای منیزیم، پتاسیم، فسفر، مس، ویتامین B2 و نیاسین هم است. خوب است بدانید 70% از کل چربی موجود در ساختار بادام از نوع چربی خوب اشبانه شده است. محققان کانادایی دریافتند که افراد مبتلا به کلسترول بالا می توانند با مصرف بادام میزان کلسترول مضر خون خود را تا 4% کاهش بدهند. فایبر و لاکتوز موجود در بادام نیز قابل توجه است. بادام از نظر میزان کلسیم بسیار غنی است و به همین دلیل مصرف آن می تواند نقش زیادی در رشد استخوان، جلوگیری از بروز پوکی استخوان و حفظ سلامت دندان ها داشته باشد. بادام از انواع سرطان ها، به خصوص سرطان های روده و پروستات، نقش پیشگیرانه ای دارد. آنتی اکسیدان های موجود در بادام از تخریب دیواره های سلولی جلوگیری می کند. دوستای عزیز، ادامه برنامه آشپزی است و ببینیم که تجریان وقفه بشوجان چی کارا را انجام داده بودن. خب کدام کار خاص نبود، برنج داخل دیگه انداختم و مصالحی که میخواستم مصالح را آوردن. خب من در تشویش عزیز بودم، اگر که تا وقتی که من مواد آماده میسازم مصالحه نرسم من چی کنم؟ باید که خب مصالحه دیگه اضافه کنم، ولی خوشبختانه مصالحه رسید. شکر که دوستای عزیز مصالحه رسید، چون بشوجان بسیار جگرخون بود به خاطر مصالحه. بله، به خاطر که بریانی که آماده می‌سازیم باید که مصالحه باشه. خب نوبت ماست است. ماست در سر امورانای مرغ را که شما سرخ کرده بودین فکر کنم علاوه کردین. ماست بالای گوشت مرغ اضافه کردیم. خب برنج به اندازه جوش نمیتیم که کاملا نرم شوه. باید که کمک سخت باشه، به خاطر وقتی دم میتیم باید که دانه‌دار باشه. و پیاز هم داخلش اضافه میکنیم. به این شکل پیاز وقت اضافه شد، نوبت سیر هم است. باید سیر هم پوست کنیم و داخل مواد اضافه کنیم. یک دانه پیاز سیر گریخت. پشی جان، هر روز سیر پوست نکردین، امروز چرا همراه با پوست؟ خب امروز وقت کم بود، به خاطر سیر که باشه با پوست کردنش در برنامه فرق نمیکنه. خب ایره هم باید که به شکل پوست کنیم و پیاز هم سیر هم خوب کاملا پوست شد و نوبت میده کردنش هست. پوست های سیر کمی مزاحمت میکنه امروز. خب سیر به شکل میده میکنیم و بفهم که کاملا میده شده. بعد از اون نوبت مواد است. تمام مواد فکر کنم یک جای در قورمه تمام شد علاوه کردین بشیر جان. بله، به این شکل هم مواد اضافه میکنیم و همچنان زنجفیل. بله اضافه کردیم. بله زنجفیل هم اضافه کردیم و مساله بریانی رو هم فکر کنم در سر هم قورمه که آماده کردین او رو میخواین علاوه کنین. بله، پیش از او باید که آب و لیمو اضافه کنیم و مساله بریانی رو باید که نیمیشه حال اضافه کنیم و همین نیمی دیگهشه پسان. ولی او دانه کوی که می داشته باشه باید که او را امرا با برگ مخصوصی است که در مساله می باشه او را همیل اضافه میکنیم تا وقتی که گوشت سرخ میشه باید که تم بوش و مزیش امرا با گوشت و مواد خوب مخلوط شه. و این نصف مساله بریانی را که بشی جان نگاه کردی ای را در سر برنج می خواهین علاوه کنین یا ای که پسانتر؟ پسانتر وقتی گوشت را که در قرمه می خواهین علاوه کنین؟ گوشت وقتی که آماده شد و برنج هم آماده شد لا بالا مندازیمش و به این شکل دمش میتیم و در اون وقت مساله اضافه را داخلش اضافه میکنیم خوبتر آماده میشه. این میکاس امروز این دم دود نداره، یعنی زود آتش نمیداشته باشه. چرا مچون؟ خب باید که مواد کاملا جوش بیا و برنج ببینیم که برنج نرم شده یا نه. به مثل های سابق یا کپای سابق باید که ناخون گیر شود. یک دقیقه هم ضرورت داره، باید یک دقیقه هم داخل دیگ باشد تا آماده شود. و این قسمت گوشت هم همراه با ماست، پیاز، لیمو و مساله بریانی و بعضی مساله دیگه هم از داخلش
آهسته آهسته جوش برده رئیس. و کمک مرچ سیاه اضافه میکنیم و آواز هم مخلوطش میکنیم به شکل. و دوستای عزیز، بشیر جان بازم رفته بودن بیرون و درباره وسایل آشپزخانه بعض معلومات را داده، با هم میبینیم و بعد از وقفه بازم همراه با ماست. خوشم آمدید دوستای عزیز، باز هم بخش معرفی ظروف و لوازم آشپزخانه است. ولی امروز متفاوت است. میخوام که امروز با شما یک ماشینی رو معرفی کنیم که زلات و برق هم نداره. میتونیم که امروز با این ماشین بسیار مقبول و اصل یک چند گلاس جوس بسیار خوشمزه آماده بسازیم. در بعضی وقتا میباشه که برق نمیباشه و دل ما با یک گلاس جوس میشه. و از زیادتر وقتایی که میباشه گرمی میباشه میتونیم که یک گلاس جوس لیمو بسیار خوشمزه آماده بسازیم، چرا که در گرمی جوس لیمو بهتر است که استفاده کنیم. خب بعضی وقتا میباشه برق نمیباشه، باز هم ضرورت به ماشینی است که همراه با قدرت برق روشن شه. ولی ماشینی رو که امروز برای شما معرفی میکنیم یک شکل بسیار معقول داره، یک اندازه مناسبی است که میتونیم در هر قسمت آشپزخانه ای را جابجا کنیم و میتونیم حتی داخل الماری هم بگذاریم شما بعد از اینکه ما خواستیم استفاده کنیم از استفاده میکنیم. خب اینجا من میخوام که پایین کنم، چقدر گرانگ است. خب بخاطر که آهنش اصل و بسیار محکم است، وزنش زیاد است. میده اینجا باید بانم هر وقت شما میخواستید استفاده کنی پیش از اینکه ایده از جایش انتقال بدی اگر جوز باید نوشان کنی بعد از اینکه جوز آماده بسازید. خب دوستان، این ماشین به این شکل ما میتونیم از استفاده کنیم که داره یک جولی است که اگر ما خواسته باشیم لیمو به اندازه خورد میتونیم از این بکشیم و اگر یک کنو باشه مالتا باشه از خانه کلانش هم میتونیم که هم برای خورد میتونیم استفاده کنیم هم برای کلان، یعنی میوه خورد و کلان میتونیم استفاده کنیم. و این قسمت یک وسیله دیگه است به شکل قیف که وقتی که از این قسمت فشار داده میشه امو میوه از این قسمتش آبش که بیرون میشه دوباره داخل قیف نه و از طریق قیف این قسمت گلاس میباشه یا کلانچه که میخواییم بگذاریم میتونیم که امو آب جوس یا آب میوه را میتونیم به شکل خوب استفاده کنیم و استفاده کردن از این بسیار آسان است. میتونیم با آسانی بسیار خوب از این استفاده کنیم که این قسمت یک دسته داره. خوب فکر کنیم یک مالتر داخلش ماندیم و وقتی که مالتر در این قسمت شاوردیم به این شکل فشارش میتونیم یک بار فشار میتونیم باز بلندش میکنیم باز یک فشار دیگه میتونیم به این شکل یک جوس بسیار تازه خوبش طبیعی میتونیم که آماده بسازیم. بهتر است که همش جوس ما خود ما در خانه آماده بسازیم به خاطر بعضی وقتا که میشه که جوس ما میشه اگر از بازار به شکل قوطیکی بخریم یا داخل بوتله که میباشه شاید که 20% از او یا 30% از او آب باشه یا مواد ترکیبی است که خراب نمیکنه جوس از او استفاده شده. ولی ما میتونیم یک جوس خوشمزه طبیعی خود ما به دست خود آماده بسازیم که فکر میکنم تعمش و مزهش کفش بهتر از جوس بوتلی است. و این قسمت جای دوبلتی داره که ما اگر خواسته باشیم بعضی وقتا به خاطر که زیاد فشار بالاش وارد میشه و خرابی نکنه یا زیاد چور از پیش ما نخوره دو نتبوت میشه این قسمت تا ما بتونیم بسته کاری کنیم و شستشوش هم آسان است به خاطر نکل که است. این نکل زیر بسیار محکم است و وقتی که ما میخواستیم شست شو کنیم و صافی کنیم پس به اون دوران حوالیش برمیگرده، یعنی به اون شکل که روز اول خریده بودیم به اون شکل میشه به خاطر یک نکل بسیار حاصل و خوبش داره. خود مشکلی نیست در استفاده کردنش، میتونیم به شکل خوب استفاده کنیم. ولی بعضی قسمت هایش هست که یک کمی که بار اولی که استفاده میکنیم کمی سر صدا هم داره و یک کمی که کند کار میکنه به خاطر از این قسمت هایش سراخ های هست که ما باید و روغن ماشینه دیر قسمتش انداختم و بعد از اینکه دوباره سه بار به شکل استفاده کنیم بسیار نرم است از خودم و اصلا وقتی که روغن داشته باشه یا همون مواد چربی که داخلش هست داشته باشه اصلا هیچ خراب نمیشه. به این خاطر این قسمت ها رو سراخ بنده که ما باید از این قسمتش داخلش روغن ماشین و یا تیل ماشین اضافه کنیم تا ما بتونیم به شکل خوب استفاده کنیم. و
و این قسمتش جای گلاس هست، وقتی ما گلاس بانیم اصلا شور نمیخوره و وقتی ما بخوایم استفاده کنیم میتونیم گلاس رو جبانیم و بعضی وقتا میبشه که یک کاسی کلانه میمانیم و هر چیز رو خواست باشه میتونیم انده، ولی خواسته که یک گلاس خورد باشه گیده به این شکل میمانیم خالو بکشه و بعد از اون نوبت گلاس هست که گلاس بانیم تا از این به شکل خوب استفاده کنیم. خب طرز آماده ساختن جوس از طریق از این ماشین آسان است و کار هم انجام بایی آسان است که میتونیم به شکل خوب استفاده کنیم. خب افسوسی که میوه نیست، یعنی این لحظه دلم به گلاس مالته تازه شده بود. خیر باشه، میریم تا وقتی که تازه شده پیدا میکنیم باید که از فوتیگکاش استفاده کنیم. خب دوستان این بود معرفی ماشین جوسر که بدون برق است، ضرورت به برق نداره و میتونیم در هر شرایط در هر جایی که خواستیم در خانه خود از این یک جوس بسیار خوشمزه آماده بسازیم. و در اخیر تشکر میکنیم از گیف سنتر که در تهیه برنامه با ما همکاری کردن. در ادامه با ما باشید. ادامه برنامه آشپزی است و ببینیم که در جریان وقفه بشه جان چی کارا را انجام دادن. خب بازنجا رو میدست تراشک کشیدیم و داخل دیگه اضافه کردم و گشنیز هم میده میده ساختیم و یک کمی از این آب اضافه ازی داخل دیگه به شکل اضافه میکنم و برنج هم صاف کردیم. بشه جان تمام قرمه را در دیگه برنج علاوه کردیم؟ البته تمامش اضافه نمی کنیم، یک کمی شکه باید قسمت پایین دیگ باید کمی از این مواد داشته باشه، یعنی از این قرمه داخلش باید باشه و بفرمایید باشه. خب گشنیز و نعنای که بود به شکل مخلوط کردیم همراه با مواد. باشه جان باز او قرمه رو فکر کنم به سر برنج، بعد از اینکه برنج هم به سر قرمه دیگه که دیگه اضافه کردین باز او قرمه رو به سر برنج اضافه میکنین؟ خب منزل در منزل میندازیمش، باید که به این شکل انداخته شوه. خب قرمه رو اضافه کردیم و نوبت برنج است. برنج به اندازه که دیگه برنج هایی که در خانه آمده میسازی نرم میسازی یا دم میتی باید که نرم نشه، دانه دار باشه. بله، به خاطر از اینکه باز همراه با قرمه یک بار دیگه دم میتینش. بله، باز برنج به حالت اولیش برمیگرده. خب به این شکل آماده میسازیمش و باز هم نوبت مسکه است، ولی این بار مسکه را به این شکل برش میکنیم و در منزل اول، یعنی برنج بار اولی که داخل دیگه انداختیم به این شکل اضافه میکنیم. باشه جان چاقو دست دیگ نفته؟ خیلی چاقو پله و پخته میکنیم. خب برنج به این شکل اضافه کنیم و این برنج باز هم این قسمت میمونیم و باز هم نوبت خورمه. باشه جان پیاز را که قبلا از آماده کرده بودین ایره چی وقت در برنج میندازین؟ یک دفعه گوشت داخل دیگ میندازیم و بعد از اون میرسه. چون من یکم ورخطا سم میگم بخاطر که اینجا گشنیز هم مانده یکم گشنیز رو انداختیم، گشنیز زیاد آورده بودم با ما اندازه که زراد داشت داشتیم انداختیم. ننا را هم ایده ساختیم هم رو با ماد مخلوط کردیم، همش خلاص شد و نوبت پیاز هستی. پیاز ها وقتی منزل دوم یا سوم گوشت انداختیم به این شکل پیاز داخل دیگ مندازیم و از زعفران که هست زعفران هم امرا با کمی که آب گرم مخلوط کردیم و باز هم به شکل مخلوط میسازیمش. بچی جان چرا زعفران میخواین اضافه کنین؟ زعفران یک رنگ خوب داره و یک خوشبوی خاص میداشته باشه. به خاطر رنگ و خوشبویش میخواین اضافه کنین؟ بله، به خاطر رنگ و خوشبویش. فکر کنم رنگ برنج تغییر میده. رنگ برنج باید تغییر بده به خاطر که کمی باید رنگ خوب تر داشته باشه و خوشبوی خاص داشته باشه. و باز هم نوبت برنج. به این شکل باز هم برنج اضافه کنم. برنج از قسمت وسط باید که در چهار طرف بریزیم، کمکی برنج دیگه
همه برنج خلاص شد. نه کمش مانده. نوبت قورمه است. خب باز هم گوشت و لواب کزافه است که هم به می شکل باید که مساله بیریانی بشیر جان یاد نره. نمیره شبران جان باز هم نوبت مساله است. این رو طبقه طبقه یا منزل در منزل به خاطر انداختیم. وقتی که برنج دم میگیره و کاملا کاماده شد، وقتی مخلوطش میکنیم همه مواد به یک دیگه مخلوط میشه و یک تمام مزه بسیار خوبی میداشته باشه. خوبی دیگه کارش خلاص شد. دیره ما باید که این قسمت بیارم. مساله که اضافه مانده بود این هم باید که داخل دیگ اضافه کنیم. بشیر جان یکم برنج هم مانده، این برنج چی میکنیم؟ در قسمت بالای گوشت اضافه میکنیم برنج. مساله رو هم اضافه کنیم و نوبت به برنج آخر میرسه که منزل آخرش میباشه. نمیفهم دوستای عزیز که چند منزل آماده شد. اگر آپارتمان میبین ده منزله میشد. ما میخواستم امیره بگویم که شاید یک سی منزله یا چهار منزله شده باشه. سی منزل خود تنها گوشت شد منزل. خب پس یک پنج منزل شده. شش منزل. سی منزل گوشت، سی منزل برنج، شش منزل. باز اگر اونجا قم کلش حساب کنیم یک منزل پیاز رو بگی، یک منزل مساله رو بگی، یک منزل هم زعفرانه. آه به شکل زیاد میشه. زیاد شده. همو شش منزل میگیم سیس. نوبت زعفران. آخرش اضافه میکنیم و یک کمی زعفران دیگه هم داخل خوشقاب مانده که به شکل پاک میکنیم. بشیر جان اول اضافه میکنین یا در خود هم قورمه میخواین دم بتینین؟ نه داخل خود قورمه دم داده شد به خاطر که کمی آبش زیاد است و به می شکل باید که امرا با خودش آماده شد. خب از کمی که ورخطای زیاد مساله دیگه همینجا یادم رفته، یعنی زیره. اینا ما خو گفتم بشیر جان. خب بیرام به شکل اول در خط دست بریزنیم و کمک زیافر میگیرم و به شکل قفمال میکنیم. بشیر جان زیره به خودت چی اضافه کردیم؟ زیره یک تم مزی بسیار خوب داره و نوبتش است که همین لحظه باید که داخل دیگه اضافه شود. بسیار نمک کم به شکل پاش میتیم. کم کم ترقصش هست. سرپوش دیگه به شکل میمونم و عرضش بسیار کم میسازیم و به می شکل آهسته آهسته دم میگره و باز هم نوبت مسک است. و کسایی که دیگه شان شور میشن میدانن که اگر داخل برنج باشه، چون برنج نمیتونن که شوریش او طرف کنن، میتونن از کچالو استفاده کنن. کچالو را در داخل ازی که برنج دم میتن در سه چهار طرفش بیچینن، اما نمکش جمع میکنن، نمکش کم میسازن. خب همه مواد چندیم نوبت دم دادنش هست، ولی برای چند دقیقه باید که به می شکل باشه امو بخار می داشته باشه و آب که داخل قسمت پایین دیگه است باید که او هم خشک شود و ضرورت به یک وسیله داریم که باید که بعضی سوراخ ها داخل گوش داخل برنج ایجاد کنیم تا همو حرارت و یا بخاری که می باشه از اون قسمت بلند شود و خوب تر دم بگیره. و دوستای عزیز تا اینکه بشیر جان برنج دم میده، ما شما پیام و مواد لازمه یک بار دیگر با هم میبینیم و بعد از او برنامه آشپزی را فراموش نکنید. بادام سرشار از ویتامین ای. بیشترین میزان ویتامین ای در بین میوه های خشک به بادام تعلق دارد. بادام جدا از ویتامین ای و پروتئین زیاده که دارد، دارای منیزیم، پتاسیم، فسفر، مس، ویتامین B2 و نیاسین هم است. خوب است بدانید 70% از کل چربی موجود در ساختار بادام از نوع چربی خوب اشباع نشده است. محققان کانادایی دریافتند که افراد مبتلا به کلسترول بالا می توانند با مصرف بادام میزان کلسترول مضر خون خود را تا 4% کاهش بدهند. فایبر و لاکتوز موجود در بادام نیز قابل توجه است. بادام از نظر میزان کلسیم بسیار غنی است و به همین دلیل مصرف آن می تواند نقش زیادی در رشد استخوان، جلوگیری از بروز پوکی استخوان و حفظ سلامت دندان ها داشته باشد. بادام از انواع سرطان ها، به خصوص سرطان های روده و پروستات، نقش پیشگیرانه ای دارد. آنتی اکسیدان های موجود در بادام از تخریب دیواره های سلولی جلوگیری می کند.
مواد لازم بریانی رانه مرغ: برنج 1 کیلو، ماست 1 گیلاس، پیاز 3 عدد، روغن قدر ضرورت، سیر 6 دندانه، زنجبیل رنده شده قدر ضرورت، بادنجان رومی 3 عدد، لیمو 1 عدد، مسکه 300 گرام. دوستای عزیز، ادامه برنامه آشپزی است و باز هم شما را به ادامه برنامه آشپزی خوش آمدید میگم. ببینید که بشیر جان چی گفتنی دارن؟ کدام گفتنی خاص نیست دوستای عزیز، دیگه منتظر از میشیم تا چه وقت دم میگیره. ولی ما خو وقت نداریم، میمانیم تا چند دقیقه دم بگیره. دوستای قسم گرفتی بشیر جان که کسه؟ کسه نخوره؟ نه، او رقمی نیسته، بیا کمی فشار گرفتیمش که تا دم بکره. ولی شما که وقت داره میتونه که یک دانه دیگه کلان دیگه دیگه قسمتش بانه و حرارتش کم کنی برای 15-20 دقیقه، حتی میتونی برای 1 ساعت دم داده بانیش. هرچی دم زیادتر داشته باشه برنج خود خوب میسازه، دم مزیش خوبتر میداشته میباشه و دانایش خود کلانتر میسازه. و دوستای عزیز، شما میتونین که تماس بگیرین و هر نوع سوالی که در مورد غذا داشته باشین از بشیر جان میتونین پرسان کنین. بله، فکر میکنم تماسا یادشان رفته بود. کارای عمر جان است فکر کنم. نه، فکر نکنم از عمر جان باشه، کمی که مشکل فکر میکنم در شبکه داشتیم که افعال شده. خب میتونه که امیل سبا جان باران است راستی. آه، باران سیم کارتا تر شده. خب برنج به می شکل آهسته آهسته دم میتیم. ولی شما اگر میخواستی که از گوشت گاو یا گوسفند به شکل آماده بسازی، گوشت گاو کمی که مشکل تر است، باید که رو بخار بتی نرم بسازی به می شکلی که گوشت مرغ آماده ساختیم، گوشت گاو هم آماده بسازی. ولی گوشت گوسفند متفاوت است. گوشت گوسفند نظر به گوشت گاو کمی نرم تر است و نظر به گوشت مرغ کمی سخت تر است. وقتی که پیاز انداخته و گوشت سرخ کرده، به اندازه 2 الی 3 گلاس آب هم بالاش میندازی و سرپوش دیگه میمونی تا گوشت نرم شد. وقتی گوشت اگر نرم شد به این شکل مواد آماده میسازی، اگر نرم نشد باز هم آب اضافه میکنی تا گوشت نرم شود. ولی اگر میخوای گوشت گوسفند زودتر نرم شد، میتونی که امراه به کیوی اختیش کنی ولی دانای کیوی داخلش نباشه. برای 4 الی 5 ساعت گوشت کاملا نرم می‌سازه، پیش رو یک بار داخل روغن کنه، بعد از اون گوشت آماده میشه و برسل گوشت مرغ پختش کنه. و بشیر جان چه خوشبویی بالا میشه؟ فکر کنم تاثیر مصالحش است. تاثیر مصالح است که مصالح خب یک ضرب المثل است، او را خونه میگیم چرا که زیاد گفتیم. مصالحی که داخل دیگه که به شکل صحیح استفاده شده و به شکل خوب داخل غذا استفادهش کنیم، واقعا تا مزه غذا رو تغییر میده و یک غذای خوب و خوشمزه میتونیم آماده بسازیم. ولی اگر بعضی وقتا مصالحه هم نمیباشه و هیچ غذا آماده کردن نمیتونی، باید که 4 مصالحه در خانه باشه. و باز هم اگر هیچ مصالحه نباشه، میتونی امرو با مرچ سیاه و نمک غذا رو آماده بسازی. ولی بعضی غذاهای مخصوصی است مثل جلفریزی که مصالح خاص خود داره. جلفریزی رو نمیتونیم که امرو با 4 مصالحه آماده بسازیم، باید کدام مصالح دیگه، چرا که جلفریزی یک طعم مزه خاص داره و بریانی هم باید که یک مصالح خاص باشه تا بتونیم به یک شکل بسیار خاصش آماده بسازیم. بشیر جان، چطور میدانیم که از برنج و زمانی که رفته باشه، دانش رفته باشه، چطور میتونیم که از این جلوگیری کنیم مثلا پس یک کم سخت‌تر بسازیم؟ خب وقتی که برنج از پیش شما زیاد نرم میشه که میخواد که به شکل دم بتی نرم میشه، میتونی که وقتی که صافش کردی دوباره بالاش آب سرد اضافه کنی، خود سخت‌تر میسازه. ولی کوشش کنی زیاد نرم نشه از پیش، چون وقتی که آب سرد اضافه کنیم سخت میکنه خود، ولی کمی که شکل خود تغییر میده. و خاطر باید که متوجه باشیم که به اون اندازه که میخوایم نرم شه، به اون اندازه باشه. آها، و بشیر جان یگان تا خب بعد از تماس میخوایم با سوال ما از بشیر پرسان کنم. بله بفرمایید. بله، سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ خوب هستین، درمان دیو تشکر، زنده باشین. میتونین از بشیر جان هر سوالی که داشته باشین پرسان کنین. آها دوستای عزیز، فکر کنم تماس قطع شد. خب بشیر جان، میخوایم از سوال پرسان کنم در مورد از اینکه یکون تا دمپخت پخته میکنن، اما دمپخت از پیشان شوله میشه، چطور میدونن از این جلوگیری کنن؟ خب آبش کمتر اضافه کنن، از پیشان شوله نمیشه. و برای اینکه کوشش کنن که زیاد آب اضافه نکنن یا زیاد نرم نسازن. وقتی آبش زیادتر اضافه کنیم نرم میشه. ولی زیادتر وقتا کسایی هستن که آبش کمتر اضافه میکنن و بعضی برنج هست که کم جوش میباشه و بعضی برنج های میباشن زیاد جوش میباشن. خب برنج هایی که کم جوش هست، وقتی که برنج آب کمتر هم اضافه کنیم
زودتر نرم میشه. به خاطر باید که یک بار برنج امتحان کنیم. باشه جان، حالا برنج ما آماده شد؟ برنج آماده شده. خب برنج آماده شده، ولی ما خو وقت نداریم. امیل زمان باید داخل بشقاب بکشمش، ولی کسی که وقت داره میتونه که برای نیم ساعت دیگه هم باید باشه به این شکل. تا دم خوب بگیره. خب یک بشقابک برای خودم جور میکنم و باقی ماندهش هر کس میفهمه خودش از اینجا تقسیم خود بگیره. پیشتر عمر جان میگفت که بر ما تادیگی نگاه کنه. شبنم جان سر صداش بلند میکنی. اون میخواه که خب من گفت من کمی آزار دادم، گفتم من از تادیگی برد نگاه میکنم، ولی زیادتر علاقه داره که از قسمت بالای خزا استفاده کنه که یک چرم نباشه، میخواه خزای استیحی همیشه استفاده کنه و از زیاد طرفدار جمعی هستم که باید که همیشه کوشش کنیم که از خزای استیحی استفاده کنیم و چرم نباشه. خب خزا همش مخلوط شد و بشی جان فکر کنم وقت کم داریم. کم داریم؟ بسیار کم. خب ما خودم میگرم دیگهش باشه و دلش که وقت آمد، دلش که نیست، ما خواهد خدا گرفتم. نه، بس است، خب ما خدا گفتم، ولی زیاد شد. یک دانه گوشت رو مندازم، کمی که شکل تزینش آماده بسازم و یک دوتا گوشت دیگه مندازم که کمی که مقبولتر شد و کمی که برنج دیگه مندازم که این جای بگیره. البته از اکم زیاد شد، تقدر دو نفره گرفتیم، خیر است. خب گاز خاموش میکنیم و به می شکل باز هم سرپوش دیگه میمانم تا وقتی که دم بگیره. با سمی قسمتش گوشت برنج کمه که دمش کم شد و تا وقتی که ایران رو جور میکنیم او خوبتر دم میگیره. و دوستای عزیز غذای ما آماده است. شما میتونین انتقادات و پیشنهادات تانه به ایمیل آدرس آشپزی advantvmedia.com بفرستید. انتقادات و نظریات تانه ما میگیریم و شما را به خداوند یک تا یگانه میسپارم. برنامه های بعدی تلویزیون یک فراموش نکنید. بله دوستان عزیز، سی بود برینی که شما خواسته بوده بر شما آماده ساختیم. شما میتونید که ایمیل برام بفرستید تا ما بر شما غذای خوشمزه را آماده بسازیم. و تا برنامه بعد و غذای تند شیرین خوشمزه، خداحافظ. نصر شما.